الله متعال در سوره مبارکه آل در آیه 146 از صبر انبیاء الهی و سربازان جان برکف آنها در راه جهاد با ظالمان و مستکبران صحبت میفرماید و در آیه بعدش میفرماید اونها دعایشان این بود حتی بعد از شهادت انبیا حتی بعد از شهادت عزیزان و یارانشان دعا می کردن قبل از اینکه اونها دعای نصرت بر علیه ظالم بکنند ادای متعال دعای دیگری رو برای ما میفهمند میگفت میفرماید اونها میگفتن رب بن لنا ذنوبنا و اصرافنا فی امرنا بعد میفهمد واسط به تقدم منو وانصرنا علی القوم الكافرین قبل از این کرد دعای متعال برای ما صحبت از دعای انبیای الهی و مجاهدان جان بر کف سرباز آنها در راه مبارزه با باطل و ظلم و تجاوز و کفر و شرک صحبت بفرماید میفرماید که اینها اول از همه از الله متعال میخواستن بار الله گناهان ما رو ببخش ما در حق خود بسیار گناه کردیم بعد طلب نصرت میکنن یعنی اینکه بزرگترین خدمتی که الان میتوانی تو برای مجاهدان در میدانهای جنگ بکنی حد اقل کاری که باید انجام بدهی اینه که دعا بکنیم ربنا اغفر لنا ذنوبنا بار الله گناهان ما رو ببخش توبه بکنیم دست برداریم از گناهانمان اینجا این دعا در معرکه نبرد انبیای الهی و مجاهدان راه حق این دعا وقتی با این لفظ شروع میشه نشان از این دارد که تا وقتی ترک از گناه انجام نشه تا وقتی انسان گناهان رو پشت سر نگذاره تا وقتی انسان توبه نکنه تا وقتی رجوع به سوی الله متعال نکنن نصرت شامل حال این امت به صورت کامل نخواهد شد در این مبارزه صفق مقدمی وجود داره که در حال جهاد هستند در حال نبرد هستند و تا به امروز پیروزن و نصرت شدن و پیروزی رو به دست آوردن گروه های بعدی که بقیه امت هستند اگر اونها توبه کردن اگر گناه کردن توبه, ها، توبه از گناهان خود بکنن اگر گناه کردن باز دوباره توبه بکنن و برگردن نصرت الهی شامل حال همه خواهد شد ان تنصر الله ینصرکم دست برداریم از گناهان توبه کنیم از گناهان خودمون این روزها روزهای توبه است روزهای بازگشت است گناه ترک بشه توبه بشه که دعای ما قبول بشه حداقل انما یتقبل الله من المتقین الله متعال از متقیان قبول میکنه فقط دعای متقیان قبول میشه دعای نصرتی که همراه با گناه باشد توبه در اون نباشه قبول نمیشه چون همین دعا رو علی متعال دعای نصد قبلش این دعا رو داشته را بنا نه لنا بنا بار ها گناهان ما رو ببخش ما در حق خودمون بسیار بد کردیم هر کسی از ما و شما گناهانی داریم که در این روزها باید اینها رو ریشه کنیم توبه جانانه بکنیم بعد دست به دعا بلند کنیم تا دعای ما قبول بشه دلقه. همین دعای ما بدون استغفار و بدون ترک گناه و بدون توبه از گناه چطور قبول میشه ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا في امرنا بعدش و ثبت اقدامنا بار الله ما رو ثابت قدم بگردان ما رو سوست نکن یا, الله ما رو نصرت و یاری بکن و انصرنا على القوم الكافرين در برابر کافران در برابر ظالمان ما رو نصرت کن با ملائکه خود با ملائکه بدر با ملائکه حنین نصرت خود رو شامل حال ما بکن یا الله یا الله ما رو نصرت بکن برادران و خواهران ما رو نصرت بکن در میدان مبارزه بر علیه باطل و رژیم غاصب و اشغالگر قدس بار الله ما رو یاری کن الله مطال می این دعا رو اونها داشتن حتی بعد شهادت پیامبرانشان حتی بعد شهادت عزیزانشان گناه رو ترک کردند توبه کردن، استغفار می کردن، اشتباهات رو کنار گذاشتن، خود را اصلاح کردن، یک نسلی درست تربیت شدن و بعد از الله متعال نصرت و یاری خواستن و بنخفل لنا ذنوبنا و فی امرنا و ثب اقدامنا گناه سبب تزلزل می شود گناه سبب شکست خوردن می شود و علی القوم بعد دعا کردند نتیجه این دعا این شد کرده متعال فرمود الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره الله متعال پیروزی رو در دنیا نصیب آنها کرد و پاداش عظیم آخرت رو نصیب آنها کرد والله یحب المحسنین و الله متعال انسانهای نیکوکار را دوست دارد